با عرض سلام دوستان عزیز، ایام بکام با ادامه گزارش ما از جریان رقابت های مسابقه جمهوری آید با گوشتین ملی گوشتینگری بین بزرگ سالان بخشیده با جشن نوروز بین المللی 2020 خوش آمدید. ما هنرنمایی جهانگیر مجیدوف که با لباس های سرخ است و حریف او از ولایت سوخت محمد دیسا دولت فرو تماشا داریم. یک پرتاب از سر شانه بود اگر اشتباه نکنم. جهانگیر مجیدوف بعد از تمرین در جمهوری آذربایجان در مراسم برگزاری گوشتین ملی، یکی از سنت ها یا رکن های مهم نوروزی به تاجیکستان برگشته و فعلا درخشندگی جهانگیر مجیدوف را تماشا داریم. تا اینجای کار پیش صف است با یک بدنی که دارد و داور مرکز هم این رو فوراً یک پهلو بود دوستان، فوراً امتیاز را داد. اکنون جهانگیر مجیدوف با قامت نسبتاً بلندتر و عمل کرد از اصول های حلوک از بین و از بیرون مایل اجرا کردن یا عموماً رسیدن به هدف اساسی خود را دارد. به هر حال فرصت دارد، ولی این عملی که در ثانیه های پایانی وقتی معمولی نشان داد هیچ سوده نبخشید و ادامه میابد. رقابت اولی ورزشگران وزنشان تا 90 کیلوگرم است میان جهانگیر مجیدوف و محمد دیسا دولت. جهانگیر در سال جاری پس از یعنی بازگشت از آذربایجان در مسابقه جمهوریوی گوشتین ملی در دهه پوشینگ نوحه دنگره هنرنمایی خوب نشان داد و فعلا باز دوباره مرکز هم با حریف او محمد دیسا یک آگاهی داد. از همین خاطر برتری و افضلیتی که در این رقابت هست با جانب جهانگیر و مراتبه دیگر هم پهلو پهلو حلال است. دو امتیاز ناکامل با امتیاز کامل حلال تبدیل شد. همین طریق جهانگیر مجیدوف رقابت اول خود را در مرحله مقدماتی با پیروزی پشت سر کرد و جهانگیر مجیدوف با دور دوم رقابت ها راحت گرفت، جایی که شرفگان سردروف یک دور آزاد است. در دور دوم با جهانگیر مجیدوف رقابت خواهد کرد. نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده را میبینیم. از این زاویه بسیار خوب به نظر میرسید که پرتافت بالای شانه با این وسیله بسیار جذاب و دیدنی از سوی جهانگیر مجیدوف رقم خورد. جهانگیر مجیدوف یکی از با استعدادترین و یکی از ورزشگران سرجویزه تاجیک موفق شد در دور اول و به مرحله دویومی رقابت ها راحت گرفت. اینک دوستان عزیز رقابت دویوم در میان ورزشگران وزنشان تا 90 کیلوگرم در مرحله مقدماتی در گروه A از ولایت مختار کوهستان بدخشان ورزشگری که با لباس های سفید است دلیر بورچینوف، او در مقابل بحردین اکراموف از دسته خطلان هنرنمایی دارد. ببینیم این ورزشگرانی که در وزن 90 کیلوگرم چندان چهره های شناخته و معروف یا درخشانی ورزش های رزمی اومن گوشتین ملی به نظر نمی رسند. اما پدیده ها یا ورزشگران نوروسته در میان این ورزشگران می شود مشاهده کرد و خیلی زیاد هم می شود پی برد که اونها واقعا با
استعدادی که دارند در کارنامه یا در آستانه من جوانی خش در ایام جوانی خش خزن در حالت فرم ایدئالی خود قرار داشتن از همون رویش های جذاب و دیدنی پرتاب های کن تماشایی و یک بدن اینجا با ورزشکار که با لباس های سفید است دلیر بورچینوف همین طریق برتری او تو جوی احساس می شود ولی یکم دستش آسیب دیده بعد از اون که با طبیب شاید اینجا مراجعت می شود رقابت این ورزشگران ادامه خواهد کرد. مدینه عبدالجبار سطلان دو رسول سید مختار شهری دوشانبه ایاری بیند میسوک و فرهاد خوجم جیدوف این مربی خدمت نشان داده و داوری خدمت نشان داده جمهوری تاجیکستان که خود در ولایت مختار کوهستان بدخشان تربیتگری نسل نورس و جوان در جوده ورزش است یکم کمک های اولیه تیبی رو به این ورزشگر رسانید و رقابت ادامه میکند ادامه میابد میان دلیر بورچینوف و بحریدین اکراموف با قامت بلندتر دلیر و به سمت چپ مایل اجرا کردن اصول حلوک از لب رو داشت ولی موفق نشد حلوک از بین ولی زیدی حمله و یک برداشته با بالای فرش پرتاب کردن لای زمین زدن بینیز از اصول های جذاب و دیدنی است اینجا شور و شوق میبردارم بخاطر یکی از شفتی برگزاری مسابقات یک اسب میگذارد چون در آستانه تجلیل جشن بین المللی نوروز پس فردا در این یعنی مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه پویگه اسب دوانی نیز برگزار میگردد که این مسابقات نیز با هدایتی شهرداری شهر دوشنبه و فدراسیای پویگه و بزکشی جمهوری تاجیکستان است رو بر روش دارد و مخلصان و طرفداران خیلی زیاد رو جلب کرده است رقابت این ورزشگران تا این جای کار هنوز مشخص نیست فقط یک بدن دارد ورزشگری که لباس های سفید است دلیر بورچینوف خاطریانه که مسئولین برگزاری مسابقات برای ترتیبات مسابقات یک فهماندهی گذرانیدند همین طریق رقابت ادامه میابد از وقت معمولی این قوازمایی قسمت بیشترش پشت سر گردیده در این رقابت با یک بدنی که هست ورزشگری با لباس های سفید دلیر بورچینوف پیش صف است ولی ببینیم اکنون در ادامه چی خواهد شد عمل کرد از هر دو جانب به نظر می رسد و یافتن همون موقع برای قپیدن اون قسمتی که از همه مهم است در عین چنگ انداختن با گریبان همدیگر اون هم مرحله قپیدن است که در صورت موفق شدن و موازینت حریف رو برهم زدن این از قسمت های مهمی یعنی رسیدن به هدف نهایی به شمار می رود ولی موفق نمی شود ببینید همون قسمت قپیدن که بود چندان موافقی مقصد نبود برای اجرا کردن همون حلوک از لب
و گوشتین ملی ما هم دوستان عزیز از همونطور که میدونیم یکی از قدیمی ترین نوهای ورزش به شمار می رود و بعد از زمانی صاحب استقلالی مملکت یعنی متخصصان و یک پرتابی هلوک لب به همین ترتیب دلیر بورچینوف توانست این اصول دوست داشتنی را قبل از انجام وقت اساسی اجرا کند و غالبیت به دست آورد. او به مرحله دویمی رقابت ها راحت گرفت و در دور دویمی رقابت ها با قربان و فریدون روبرو خواهد شد. اینجا در وزن 90 کیلوگرم در مرحله دویمی رقابت ها دلیر بورچینوف غالب شد. او به دور بعدی رقابت ها یعنی دور دویم راه یافت. نوارهای تدریجی یا سوز کرده شده را با هم مشاهده میکنیم. واقعا لحظه جذاب و دیدنی بود. این بود حلوق از لب و سمتی چپ بسیار جذاب و دیدنی و به همین طریق رقم خورد. ببینید چگونه هر دو شانه حریف بلوی زمین افتید. به همین طریق این رویش این حلال است، اوج امتیازهای گوشتین ملی. بعد از این رقابت دوستان عزیز در وزن تا 90 کیلوگرم یادآور میشیم که فریدون حسینوف و محمد قبار یوسوپوف از ولایت سوخت با هم رقابت خواهند کرد. با لباسوی سفید است فریدون حسینوف، اونه که داور هم اشاره کرد بود است، و محمد جبار یوسف با لباسوی کبود. تا این سالهای آخر در ولایت سوغنیز این رشته ورزش تو جای رشد کرده است و همین است که ما در این منطقه تاجیکستان است پهلوانان شهرتیار و با استعداد رو مشاهده میکنیم. اما در گوشتین های ملی یک پرتو با رویش اصول کمری موفق نشد فریدون ولی این هنوز آغاز کار هست. فرصت تا انجام وقت اساسی خیلی زیاد هست. میتوان در موقعیت های بعدی که به میان میایند از آنها استفاده کرد. ببینید اینجا فریدون از دسته خطلان بیشتر جهد و تلاش میکند تا به هدف نهایی برسد. بندهای فاخی را مایل اجرا کردن دارد اما حریفش بیشتر در حالت دفاعی یا حمایت قرار میگیرد. های ضربه‌ای از هر دو جانب بر پشت پای حریف و هلوک از بیرون ولی زیدی حمله با مقصد موفق‌تر بود. بدن اشاره میکند داور به هر حال امتیاز است. در صورتی تا انجام وقت اساسی با این طرز یا با همین امتیازی که دارد پشت سر گردد رقابت، پس ورزشگری برتر مشاهده خواهد شد.
از دقیقه معمولی قسمت زیادش پشت سر میگردد و در این رقابت محمد جبار پیش صف است با یک زیدی حمله که داشت در مقابل حریف. و اکنون مراتبه دیگر برداشته به سمت دیگر پرتاب کردن ولی موفق نمی شود. اینجا محمد جبار فقط با روش های پرتابی زیدی حمله حریف می خواهد امتیاز به دست بیارد، اما چون مشاهده می کنیم اون عملی اساسی که صورت می گیرد از سوی دلر تا با آخر رسانیده نمی شود از قسمتی پشتی حریف و حلوک از بین. اصول حلوک از بین تا به آخر نرسید و مهارتی کشتنی ملی را همان حالتهای اساسی همان قپیدن، حرکت، بند، حمایه و عکس العمل تشکیل می دهند. بعد از رسانیدن یاری تعجیلی طبی رقابت در اینجا ادامه خواهد کرد. ادامه می‌یابد دوستان عزیز رقابت. در اینجا نیز دقیقه آخری قوازمایی هست. با ورزشگری که با لباس های کبود هنرنمایی میکند او با یک بدن تو اینجای کار پیش صف هست و با وجود این با دلر بورچینوف یک آگاهی دیگر میدهند. به همین ترتیب برتری و اما نتیجه خوبتر داشتنی محمد جبار یوسوپوف ورزشگری ولایتی سوخ تا اینجای کار اکنون روشن‌تر خواهد شد. ثانیه های پایانی وقتی اساسی است در این رقابت دوستان عزیز. ورزشگری که از ولایت سوخت اینجا نمایندگی میکند با لباس های کبوت و حریفی او از دسته ولایت سوخت هست. یک مراتبه دیگر برداشته با سمت مقابل نه بلکه بر پیش. این حلال بود دوستان عزیز به تعبیر کارشناسان ما در گشتین ملی و همین طور هم داور مرکز دلشاد زاده فورا هم دست خود را بر رمز غالبیت صاف بر محمد جبار یوسوپوف دادند. همین طریق محمد جبار قبل از انجام وقت اساسی غالبیت به دست آورد و به مرحله دومی رقابت ها راحت گرفت. رقابت بعدی موافق یعنی صورت مجلس دوستان عزیز میانی بچه جان بگوف و شهباز تورایف صورت خواهد گرفت، اما قبلتر از اون نوارهای تدریجی یا تکراری را با هم میبینیم که چگونه از یک زیدی حمله استفاده کرد. این را در جدا این روشی زیدی حمله رو من در اصول های جدا مکیکومی میگویند در بیشتر حالت و در گشتین ملی بسیار به مورد استفاده شده. بچه جان بکوف با لباس های سفید است دوستان عزیز از دسته خطلان، شهباز تورایف از دسته شهر دوشنبه و ببینیم این رقابت چگونه صورت میگیرد. دوستان عزیز در وزن 90 کیلوگرمی رقابت ها و
از لحظه های اول و مرحله قپیدن یا به هم درآمیختن ورزشگران چون مشاهده میکنیم کسی از این پهلوانان موفق نشد با سبب طرز قپیدن نادرست. آگاهی اول با بچه جان بگف داده شد ولی یادوار میشیم که وفق قانون و نظام نامه نو هر یک عمل کرد و هر یک آگاهی نیست میتواند که نقش بازی کند در تناسب غالبیت یا مغلوبیت کسی از ورزشکاران. از این رو در هر یک رکن های من گوشتینگیری باید با احتیاط و سنجیده رقابت کرد. و از نگاهی آگاهی ها نتیجه برابر است، یک بر یک به هر دو ورزشگر نیز دوار مرکز یک آگاهی داد ولی این هنوز انجام کار نیست. رقابت ها ادامه خواهند یافت. و همون طور که میدونیم و مشاهده میکنیم دوستان عزیز، هر گوشتینگیره که وقتا اگر مهارتی نسبتا سوستر از خود نشان بدهد عادتا بندهای من به ثمر به فایده رو اجرا مینماید، از بندهای فاخیر کمتر کار میگیرد و حرکتی او فقط با قوه زوری برای برطرف نمودن عملیات حریف روانه می شود. مثلا اون عمل کرده که از توی حریف صورت می گیرد فقط بر ضد آن کار می کند و گوشتینگیری من اون پهلوانی با مهارت باشد و می تواند حریفی از خود پرزورتر رو مغلوب نماید. چون این یعنی و آگاهی دویم با تنبیه تبدیل می شود دوستان عزیز. اینجا اکنون یک تنبیه با ورزشکار کوریکوسوی سفید است، بچه جون بگف. در صورت تکرار شدن آگاهی یا تنبیه ها، حال ورزشگری که اگر بیشتر آگاهی تنبیه میگیرد در ادامه رقابت تباه خواهد شد. اما بارها دوستان عزیز در معرکه هایی که واقعا در این یا آنگوشای کنار جمهوری برگزار میگردند، بعضی از عملکردهای ورزشگران را مشاهده میکنیم که در آن قوازمویی ها اکثر وقت غالب گوشتینگیری از جهت قد و قامت فرق داشته نمیتواند و در بین در عین حال گوشتینگیران من سنگین وزن میتوانند مغلوب گردند. این از همان بندهای فخر وابسته است که با مهارت ویژه ورزشگران از بر کردند و می توانند در تناسب غالبیت خود از آن استفاده برند. اکنون اینجا یک رقابت با مسافه نزدیک، بعضن با تعبیری مؤلف کتابی گوشتینی ملی تاجیکان بابا جانوف و موسایف، یک رقابت جفس. بابا جانوف که در من کتاب گوشتینی ملی تاجیکان
قید کرده است در سه چهار مورد مسافه رقابت این ورزشگران من یادآور می شود، رقابت همون دور و میانه نزدیک و همچنین رقابت جفس رو، مسافه رقابت جفس رو نیز اشاره کرده است دوستان عزیز که آن مسافه جفس هنگامی که ورزشگران من قفص سینه هم با هم دیگر نزدیک می شود و آنها اصولی برداشته و سمت مقابل پرتاب کردن رو استفاده می کنند، در همین حالت روخ می دهد مسافه از همه نزدیک یا جفسی که اشاره شده است. ولی در سه حالت دیگر دوستان عزیز ما بارها مشاهده کردیم. همین طریق دوستان عزیز وقتی معمولی به انجام می رسد، این ورزشگری که یک بدن داشت او حالی بیاد به دست می آورد، بیکوف بچه جان، و به مرحله دویومی رقابت ها رو خط می گیرد. رقابت بعدی دوستان عزیز میان اکمل مرادوف و اولیم اویزف خواهد بود. تو لحظه برآمدن ورزشگران رقابت این فرصت های تکراری رو با هم ببینیم دوستان عزیز. یک اصول پشتی پای بود که امتیازی بدن آورده بود و همون غالبیت صف غالبیت رو تامین کرد با بچه جان بگف. و همین طریق دوستان عزیز رقابت نوبتی میان اکمل مرادوف، اونه که از دستی از بود لباس های سفید است، در مقابل اولیم اویزوف هنرنمایی میکنند. ما هنرنمایی ورزشگری را تماشا خواهیم کرد که در صحنه های بزرگی منطقوی و جهانی در هیئت دسته جودا ورزان تاجیک تاجیکستان را نمایندگی میکند در فصل های گوناگون جودای جهانی و یکی از ورزشگران بود که واقعا هنر و استعداد او در چمپیونات جهانی باکو که در آذربایجان برگزار گردیده بود یک پرتاب جذاب و دیدنی و شایسته تحسین او واقعا بسیاری ها را حیرت زده کرده بود. ولی ببینیم اکنون آیا از همان عمل کردی دو سال قبلش اینجا یکان اصول نشان می دهد یا نه، این را به هر حال وقت نشان خواهد داد. اکمل مرادوف از دسته ولایت ختلان نمایندگی میکند و اولیم اویز باشد از ولایت سخت. اکمل مرادوف در بخش های پرتابی از مسافه نزدیک مهارت خوب دارد، ولی تا این جای کار همان اصول مورد نظر او در عمل تطبیق نشده است، ولی به هر حال فرصت هست، فرصت هنوز خیلی زیاد هست. ببینیم کدامی از این ورزشگران نخستین شده از اون موقعیتی که به میان می آید استفاده می برند. به هر حال در وزن 90 کیلوگرمی رقابت خانیز امروز چهره های شناخته ورزشی تاجیک مخصوصا پهلوانان در اینجا هنرنمایی خواهند کرد. قبیل جهانگیر مجیدوف، اکمل مرادوف، ظفر علیمشویوف. ظفر علیمشویوف بعد از این رقابت به میدان می براید. با سببی یعنی از مربع خارج شدن با اولیم اویزوف داوری مرکز یک آگاهی می دهد و تو اینجای کار اکمل مرادوف پیش صف به نظر می رسد. ادامه ای رقابت را اکنون ببینیم دوستان عزیز. اون قسمت راست گریبان حریف را که مایل گرفتن میکند اکمل مرادوف موفق میشود و
ولی به سمت چپ حریف او را وادار می سازد که تو اصول را اجرا کند. از مربع خارج شدن مراتب ایدیو با ورزشگر اویزوف کردی من آگاهی دویم را خواهد داد و اصول های ضربه آی را ببینیم اگر استفاده کنند. و یک طرفه داشتن عمل را اجرا نکردن این باعث به آن میگردد که به یکی از ورزشگران آگاهی بدهند. آگاهی دویم به اویزوف داده می شود. همین طریق دو آگاهی تنبیه و اکمل مرادوف پیش صف میگردد در اینجا. کوشش میکند برای اجرا کردن اصول های پرتابی. اکمل مرادوف یک حلوکی بین و پهلو اکنون این برتری کامل هست دوستان عزیز در برابر دو آگاهی که دارد. اویزوف یک عمل کردی خوب با حلوک از بین نشان داد. اکمل مرادوف اکنون باید نتیجه را برابر کند و اینجا یک هجوم دروغین بود از سوی اویزوف. یک هجوم یا حمله دروغین بود. این در جدا آگاهی داده می شود به حمله هایی که دروغین یا همون فلش اتک هستند. ببینید در همین حالتی که اکمل مرادوف مایل اجرا کردن اصول را دارد، اویزوف راهی گریز می جوید. تنبیه دویم به اویزوف در صورت تکرار شدن. و از مربع خارج می شوند ورزشگران. رقابت ادامه می یابد. رقابت ادامه می یابد دوستان عزیز. اکمل مرادوف مسافه را نزدیک می کند برای اجرا کردن یک اصول پرتابی ولی موفق نمی شود. بار دیگر از مربع خارج می شوند این ورزشگران و قوزموی ایدامه می آود. اکمل مرادوف نزدیک می شود. اویزوف هم زیدی حمله و همچنین راهی گریز جستن از اصول حریف. ببینید یک طرفه داشتن و نگذاشتن تو حریف اصول را اجرا کند. و همین ترتیب دوستان عزیز داوران اینجا شاید در موردی تنبیه بعدی اگر قضاوت کنند پس اکمل مرادوف غالبیت به دست میارد. اما یک لحظه توقف یا مشورت داوران اینجا به خاطر تنبیه بعدی است دوستان عزیز. داوران چی قضاوت کردند؟ نه هنوز تنبیه نمیدهند. در صورتی تکرار شدن احتمال تنبیه بعدی داده شود. اویزوف هم اکنون کوشش میکند تا هجوم های دروغی نکند در مقابل حریف. چون او دو تنبیه دارد و اکمل هم اینجا زیدی حمله رو میخواست استفاده کند. لحظه های بعدی رقابت وقت به انجام رسد دوستان عزیز. اکمل مرادوف که در هیئت جداوردان تاجیکستان را در عرصه جهانی نمایندگی میکند اینجا با برتری یک پهلو از حریفش مغلوب شد و ورزشگر از ولایت سوخت اولیم اویزوف غالبیت به دست آورد و به مرحله دوم رقابت ها را خط گرفت. انا همین اصول یا حلوک از بین بود که اویزوف این رو در قسمت میانه وقت معمولی استفاده کرد و به همین ترتیب غالبیت نصیبه شد. فورا داور مرکز هم اینجا این عمل کرد رو
پهلو داد. به همین طریق دوستان عزیز امروز یک عدالت و یک رقابت که واقعا بسیار از هیئت داوران بسیار خوب داوری می شود صورت می گیرد و ما امروز دیدیم که واقعا آن چهره هایی که شناخته هستند آنها در برابر ورزشگران نوکر و آن ورزشگرانی که استعدادشان چندان زیاد نیست شکست می خورند. اکنون ظفر علیم‌شویف نیست یکی از ورزشگران موفقی که در صحنه های بزرگ جهانی در نوع سامبو تاجیکستان را نمایندگی کرده است. این بار با لباس های سفید و بالای صحنه رقابت می براید. دوستان عزیز اونه که روی یک تصویر عمومی هست حریفی او باشد بختاور رازیقوف از ناحیه رشت است. ظفر علیم‌شویف این دستاورت های شایان تحسین دارد در چمپیونات جهان باید با سامبو برنده نشان نقره برنجی گردیده است و یکی از ورزشگران موفق که بارها در تاجیکستان در گوشتین جودو و هم گوشتین ملی و سامبو نیز هنرنمایی کرده است. ببینیم اکنون این بار هنر و استعدادش را در مقابل این ورزشگری که چندان شناخته و نامدار نیست در میان پهلوانان نامی تاجیک چگونه و از کدام روش استفاده میکند. به هر حال می توان از پدیده های نورو هم استعداد فوق‌العاده را انتظار شد و از آنها نیز رقابت یا بندهای فاخی را منتظر بود. اینجا با سبب گریختن از اصول حریف می توان گفت که داور در مد نظر می گیرد تا با ورزشگری که با لباس های کبود است احتمال یعنی آگاهی اول رو بدهد. سلوهای ضربه‌هایی هیچ نتیجه نمی بخشند تا اینجا. امروز واقعا یک هوای بسیار فارم رقابت در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه است و ورزشگران در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی امروز بسیار در یک هوای واقعا سلقین رقابت پذیر باعث برای ورزشگران بسیار فارم هست می توانند هنرنمایی کنند و در سالهای گذشته واقعا چون مشاهده میکردیم در آستانه تجلیل جشن نوروز بعضن گرمی هوا بسیار طاقت فرسا می شود که در یعنی رقابت کردن و بعض ورزشگران واقعا مشکل بود. امروز هوای رقابت ورزشی است. فضا نیز فضای ایدانه است. این ورزشگران در مرحله مقدماتی هنرنمایی میکنند. بهر راه یافتن به مرحله نهایی رقابت ها که فردا با شکوه و شهامت برگزار میگردد و داور این عمل آخر ورزشگران را چیزی بها گذاری نکرد. ظفر علیم‌شویف که تحت وصایت بود تشویق میشد اونیز هنوز کاری را به سامان نرسانیده است در برابر حریفش ولی ورزشگرانی با تجربه فرصت و همان موقعی که برای پرتاب کردن هست تا ثانیه های پایانی انتظار می شود و در عین همان فرصت را دریاب کردن فورا همان پرتاب مورد نظرشون را اجرا می کنند. یعنی تا آخرین ثانیه نباید امید از موفقیت کند، برعکس یعنی تا آخرین نفس باید مبارزه کرد.
آگاهی دویوم با ورزشگره که با لباس های کبود هست یعنی بختاور رازیقوف تنبیه میدهد زفر علیم شایف از لحاظی یعنی یک تنبیه داشتنی حریفش پیش صف است تو اینجا رقابتی زفر علیمشایف و حریفی و بختاور رازیقوف بدون یگان بندهای فاخیر و پرتوبهای جذاب و دیدنی پشت سر میگردد وقتی معمولی نیست با پایان خود نزدیک میشود و بالاخره یک پرتاب زفر علیمشایف یک بدن یا این هم یک امتیاز هست داده می شود و به همین طریق زفر علیمشایف برتری خود را اینجا نشان می دهد ولی از زفر علیمشایف عمل کردی بهتر از این را انتظار بودیم که این حریفی تمرین دیده نگذاشت و اصول یا امتیازهای حریفی او در عمل تطبیق شوند وقت به انجام رسد در این رقابت دوستان عزیز زفر علیمشایف با یک بدنی که هم به دست آورده بود و حریف او همچنین آگاهی داشت هم به همین طریق زفر علیمشایف به مرحله بعدی رقابت ها راحت یافت به دوری دویوم این عمل کرد بکی بود یک بدن دادند وقتا همین اصول یا حلوک از بین را بسیار با یک ریاکسی بلند اجرا کرد زفر و با مرحله بعدی راحت گرفت اینک دوستان عزیز رقابت بعدی این قوازمای آخیر خواهد بود در مرحله اولی رقابت ها در میان ورزشگران وزنشان تا 90 کیلوگرم اسرائیل رحیموف با لباس های سفید هست از دسته دوشنبه حریفی باشد نصیر عبداللایف از دسته خطلون آغاز رقابت همان مرحله های قفیدن از سوی اسرائیل خوب به نظر می رسد ولی در این حالت او باید سمت چپ را اختیار کند و سمت چپ پرتاب نماید اما حریف اونیس در حالت دفاعی یا حمایه قرار دارد
آگاهی به هر دو ورزشگر با سبب هیچ نتیجه نبخشیدن در رقابت منسانیه های اول و یک عمل کرد مرحله قپیدن به نتیجه داشتن. از همین خاطر به هر دو ورزشگر داور مرکز آگاهی داد. برای گوشتین ملی یک عمل کرده ببینید پرتوب از بول و این بعد هم به هاگذاری میگردد. به همین طریق اسرائیل پیش صرف میشود. برای گوشتین ملی قپیدن از میان بالا من قپیدن از میان پایان من هست و اجرای بند با پای ها خاص است. اون تکنیکی که با پای اجرا می شود و تا یک پرتاب جانانه دیگر پرتاب بالای شانه. همین طریق امتیازی کامل حلال قبل از انجام وقت اساسی با اسرائیل رحیموف نصیب گردید و او با یک پهلو و امتیازی بعدی یک حلال با مرحله دویوم رقابت ها راحت گرفت. دوستان عزیز پس از چند ثانیه چند لحظه دیگر یعنی مرحله دویوم رقابت ها صورت میگیرد. جهانگیر مجیدوف در مقابل شرفگان سردارو هنرنمایی خواهد کرد. اما فعلا نوارهای تدریجی را میبینید. ببینید چگونه این لحظه این عمل کردی جذاب و دیدنی پرتاب بالای شانه از سوی اسرائیل رحیموف صورت گرفت و به همین ترتیب اسرائیل قبل از انجام وقت اساسی غالبیت به دست آورد. ابتدا بدن داشت و بعدن پرتاب بالای شانه را بسیار به مورد استفاده کرد. ببینید هر دو شانه حریف بالای زمین خورد. به همین ترتیب غالبیت قبل از انجام وقت اساسی با اسرائیل رحیموف نصیب گردید. او با دور دویمی رقابت ها راحت گرفت. جهانگیر مجیدوف بالی با سوی سفید است در حال آمادگی یک جست و خیز کوتاه و رقابت کردن در برابر حریفش شرفگان سردارو. جهانگیر مجیدوف سالهای 2017 تا 2018 در دسته جداورزان تاجیک درخشان ظاهر می شد. و حریف جهانگیر شرفگان سردارو از دسته دوشنبه دو است. ببینیم رقابت این ورزشگران چگونه صورت می گیرد. از رقابت اول مشاهده کردیم که جهانگیر در فرم خوبی ورزشی قرار دارد ولی فعلا ببینیم که در مقابل این حریفش نیز آیا چون قوازمای قبلی میتواند از بندهای فاخیر استفاده کند. با تعبیر سعدی در صنعت کشتی 360 بندی فاخیر بدانستی. ولی ببینیم اکنون کدام یک بندی فاخیر اینجا باعث می شود تا یکی از این ورزشگران با مرحله چهار یک نهایی رقابت ها راحت می گیرد. زیدی حمله سلی ضربه‌ای بود که هیچ ثمره نبخشید از سوی شرفگان. جهانگیر هم در حالت دفاعی خوب قرار داشت. نون ببینیم در ادامه رقابت با سبب از مربع خارج شدن و جهانگیر داور مرکز یک آگاهی میدهد. ولی این آغاز کار هست. لحظه های بعدی را ببینیم چگونه صورت میگیرد. موقعیت دارد برای پرتاب کردن و سمتی راست جهانگیر مجیدوف. و با سمتی چپ استفاده کرد همین حرکت مورد نظرش رو ولی موفق نشد. اکنون موقعیت از پشتی
عارف چنگ انداخت، ولی تکنیک پای هایش رو ببینیم چگونه استفاده میکند. اصول ضربه‌های پشت پای هلوک از بین با یک زیدی حمله و یک اصول کمری. جهانگیر مجیدوف به هر حال اجرا کننده اصول بود. ادامه می‌یابد رقابت، ادامه می‌یابد میان جهانگیر مجیدوف و شرفگان سردوروف. یک اصول پرتاب از بالای شانه سوی شرفگان و زیدی حمله جهانگیر دیج. نتیجه تو اینجای کورنس و یک اصول پرتابی هلوک از بین پای جهانگیر مجیدوف. دو مراتبه پیاپی کوشش کرد. ولی از مسافه میانه بود یا دور بود اجرا کردن یک اصول از دست حریف تا جای اگرچه خوفناک باشد، ولی شرفگر اجرا کرد. دومه رقابت جهانگیر مجیدوف فرصت برای یک پرتاب از قسمت بیرون و یک عمل کردی جذاب پهلو. همین طریق جهانگیر مجیدوف توانست که بالاخره اون اصول مورد نظر خود را برای گرفتن یک امتیازی اگرچه ناکامل باشد سبب کند. هلوک از بیرون، این را در جدا کاوچی میگویند که مربی جهانگیر هم از شفتی من تتمی و همین صحنه رقابت با او اشاره میکرد. یک پهلوی دیگر جهانگیر مجیدوف را به مرحله چهار یک نهایی خواهد برد و یک عمل کردی زیبای دیگر با پرتاب از بالای شانه. این بدن امتیاز بالای امتیاز می شود برای جهانگیر، ولی فرصت هست تا انجام وقت اساسی در ورزش های رسمی. عمان در ورزش هر یک ثانیه می تواند در تغییر یافتن تقدیر یکی از ورزشگران نقش بازی کند. اکنون جهانگیر با آن امتیازهایی که به دست آورده است تا اینجای کار میتواند وقت کشی کند و در صورت انجام پذیرفتن وقت اساسی میتواند که پیروز از میدان خارج شود. ببینید چگونه توصیه میدهد مربیش با او وقتی هجوم میکند یا حمله میکند روی پای او باید کار کرد، و وقتی که باز هم نزدیکتر میشد باید اصولهای ضربه آیی همون با این یا آن سمت پای حریف. و ببینید بعضا هم اشاره میشود از سوی آن متخصیص ایرانی که یعنی مربی گوشتین جدا هست و اینو مصلحت میدهد، یعنی در صورتی باز نزدیکتر شدن و هیچ عمل حدیقه صورت نگیرد باید دور بزند گردی او. ببیند که مربی علاقه احساس میکند که برای جهانگیر کدام عمل کرد اینجا بیشتر نتیجه میدهد و از همین لحاظ او پیوسته مصلحت میدهد که چی سود بخش خواهد بود. اینجا برای ورزشگری که رو به تنزل است، یعنی این رقابت را بازنده خواهد شد بیشتر، و یک پرتاب دیگر هلوک از بین پای بود، اگرچه موفق نشد ولی عمل کرد داشت تا ثانیه های پایانی وقتی اساسی کوشش میکند. و همانطور که در آغاز گزارش گفتم جهانگیر مجیدوف در فرم ایدئالی خود قرار دارد دوستان عزیز، ولی در وزن 90 و مراتبه دیگر از یک دست بدن دیگری دیگر دو بدن شد با جهانگیر مجیدوف. دو بدن و یک پهلو دارد تو اینجای کار. اگر یک پهلوی دیگر میگرفت پس کار تا انجام وقتی معمولی نمی کشید. او قبل از انجام وقتی اساسی غالبیت به دست می آورد و به مرحله بعدی راحت می گرفت.
همین طریق دوستان عزیز وقتی معمولی به انجام رسد، جهانگیر مجیدوف با دو بدن و یک پهلو توانست که به مرحله چهار یک نهایی رقابت ها راحت بگیرد، راه خود را برای رسیدن تا مرحله نهایی رقابت ها هموار کرد. ببینید چگونه این زیدی حمله بود که داوران فورا به این پهلو بها گذاری کردند بر هجوم حریف یا همون حمله حریف. یک عکس العمل جذاب نشان داد. همین طریق دو پیروزی پیاپی در دو مرحله برای جهانگیر مجیدوف و او به مرحله بعدی رقابت ها راحت گرفت. در ببینید چگونه چون حریف نزدیک میشد فورا اصول اجرا میکرد. این بدن چهارم سیوم بود که بدن دویوم بود که به دست آورد جهانگیر. همین طریق با پیروزی به مرحله بعدی رقابت ها رفت جهانگیر مجیدوف و شرفگان سردارف که یک دور آزاد بود از ادامه رقابت ها محروم یا حذف شد. و در قوزمای بعدی دلر بورچینوف از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان در مقابل فریدون قربانوف از دسته شهر دوشنبه رقابت را شروع میکنند. در دور دویم برای راه یافتن به مرحله چهار یک نهایی ورزشگری که با لباس های سفید است در دور اول هنرنمایی خوب نشان داد. قبل از انجام وقت اساسی پیروز شد و حریف او در دور اول استراحت کرده بود. از این رو او تازه نفس تر است. تکنیکای گوشتنگیری او یا فنون گوشتنگیری او را ما در مرحله اول ندیدیم. از این رو در باره دلر بورچینوف میتوان ابرازی نظر کرد که فنون پرتابی او در قسمت یکم رقابت ها بسیار خوب با چشم میرسید. اصول ضربه آیی از پیش پای حریف رو استفاده کرد شرف در اینجا فریدون ولی موفق نشد. مرتبه دیگر ببینید یک رویشی پرتابی و ضربه آیی دارد این ورزشگر که با لباس های کبود است فریدون قربانوف و چون به نظر می رسد که موفق نمی شود. رقابت ادامه می‌یابد دوستان عزیز. این قوازمایی نچندان جذابیت دارد همسان رقابت های گذشته چون در قوازمایی های گذشته پهلوانان از بندهای فاخری این رشته دوست داشتنی ملت می بسیار خوب استفاده میکردند. حالو که باین اصول دوست داشته و سر استعمال باید جا با جا گذاری شوند کمربند و لباس های ورزشگران
و رقابت ها ادامه کنند. امروز گشتین جهانی جدا ببینید که قریب که بعد از هر یک سیکل اولیپی در قانون و قایده های خود یک تغییرات وارد میکنند، یک نوگانی وارد میکنند و موفقی قایده های آخیر بعد از هر یک من دسته که ورزشگران من گوشتینگیری میکنند تا پایان یافتن همون عمل کرد باید با ترتیب در آورده شود لباس ها در صورتی یکم اگر جا با جا نباشد. و بعدن با فریدون قربانوف و او پیش صف می شود. از لحاظ آن که این هم یک من لحظه های اولی گرفتن امتیاز و هلوک سری سیوجی رو این هلوک رو می گویند در گوشتین ملی ما و در قسمت آخری وقت اساسی جذابیت این رقابت ها خوبتر می شود. بدن حریف با یک امتیازی بدن جواب گردانید همین طریق نتیجه برابر است دوستان عزیز در این رقابتی که ما و شما تماشا داریم. بار دیگر همان رویش پرتابی هلوک از بین برای از دور گلم خارج کردن اگر بدون مقصد باشد داور میتواند که آگاهی بدهد به ورزشکاری که برای دفاع از خود از مربع خارج شد. و وقت به انجام رسد دوستان عزیز در این رقابت. ببینیم اینجا داوران چی قضاوت میکند. آگاهی از بس که به فریدون قربان افتاده بودند بورچینوف دلر اینجا غالب شد و به مرحله بعدی رقابت ها راحت پیدا کرد. نوارهای سوز کرده شده را بار دیگر میبینیم. اگرچه در این قوزمایی هیچ لحظه جالبه نبود، فقط زیدی حمله ها و به همین ترتیب با پایان رسیدن وقت اساسی و رقابت بعدی دوستان عزیز میان اولوغبک رحیموف و کامران کارلیکوف صورت میگیرد.
و دوستان عزیز، رقابتی محمد جبار یوسفوف و حریف او امام علی مسافیروف از شهر دوشنبه را با هم تماشا داریم. یوسفوف در دوری یکم رقابت ها غالب شده بود، ولی اینجا یک پرتاب شاید برای آسیب دیدن دستی ورزشگر سبب شده باشد. به طبیب نیاز دارد، در صورتی حاجت نبودن برای ادامه دادن. پس در این رقابت امام علی مسافیروف غالب دانسته می شود. نورهای تدریجی را ببینیم دوستان عزیز، ببینید اینجا اشتباه گمان میکنم از سوی ورزشگر سرزده است که از دستی حریف فقط اصول را اجرا کرده است. ببینید در لحظه ای که اصول را اجرا کرد، ببینید انا همینجا دیگر از دستی او گمان میکنم محکم فشار دادن حاجت نبود. به هر حال داوران در این مورد باید قضاوت کنند، ما داور نیستیم دوستان عزیز، ولی شاید دستی او برآمده باشد یا لات برداشته باشد سخت و حاجت به ادامه دادن قوازمویی نباشد. ولی به هر حال ببینیم چی خواهد شد. بله همین طور هم می شود. بنابر سبب از ادامه رقابت دست کشیدن و آسیب دیدن محمد جبار از ادامه رقابت ها هست می شود و امام علی مسافیروف به مرحله بعدی رقابت ها را خط می گیرد. نورهای تدریجی را می بینیم و بعد از آن رقابت میانی اولوغبک رحیموف و کامران کرلیکوف صورت می گیرد که هر دوی آن در دور اول استراحت کرده بودند. و دوستان عزیز، رقابت کامران کرلیکوف در مقابل اولوغبک رحیموف صورت میگیرد. کامران کرلیکوف با لباس های کبود است، این از طلولای پهلوانی شناخته است در جمهوری. کامران کرلیکوف در مسابقه های منطقوی و جهانی نیز تاجیکستان را نمایندگی کرده است. اولوغبک رحیموف باشد پدیده نورو و گوشتینگیره که از او آینده درخشان را انتظار هستند. و تماشا کنیم اکنون کامران کرلیکوف که در بندهای فاخر گوشتین ملی یک سبک و اسلوبی به خود خاص دارد، در اینجا موقعیت به سمت چپ است، از پشت لباس ویژه ورزشی حریف محکم چنگ انداخته است و بعدا موقع دستی راستش چندان موافق نیست برای پرتاب کردن از سمت راست. از این رو باید برای تعادل حریف رو برهم زدن کوشش کند که برای این قپیدنی که از قسمت بالای آستین دارد اولوغبک رحیموف، از همین خاطر کامران کرلیکوف نتوانست که
اصول مورد نظر خود را تا اینجای کار اجرا کند و به همین ترتیب هلوک از بیرون این اصول ضربه آیی را ببیند که چیگونه استفاده کرد. پهلو است ابتدا داور مرکز حلال بها گذاری کرد و بعدا چون داوران کناری هم در این مورد قضاوت کردند در این باره پهلو دادند. ولی نوارهای تدریجی را خواهیم دید دوستان بعدا و در آن مورد خود نیز خلاصه خواهیم کرد. ولی به هر حال قوازمایی با حکم داور یا با تعبیر داور ادامه میکند. کامران کارلیکوف به هر حال اون اصولی که اجرا کرد برای امتیاز ناکامل سبب شد و رقابت ادامه می‌یابد. اولوغبیگ رحیموف نیز زیدی حمله های خوب دارد ولی تا اینجای کار در مقابل کامران کارلیکوف چندان سودبخش نبودند. هلوک از بین در مدی نظر اولوغبیگ و به همین ترتیب کامران کارلیکوف با وقت کشی میگذرد. وقت کشی بر سود او خواهد بود اگر دانسته و با مقصد موافق باشد. یک پهلوی دیگر کامران کارلیکوف را به مرحله چهار یک نهایی رقابت ها خواهد برد. دقیقه آخری وقت اساسی رقابت است دوستان عزیز میان کامران کارلیکوف و اولوغبیگ رحیموف. کامران در سالهای گذشته در فصلهای گوشتینگیری تاجیکی که در صحنه‌های مهمی تاریخی برگزار می‌گردیدند در آستانه تجلیل جشن بین المللی نوروز روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روز وحدت ملی و امسان این صحنه‌های مهمی تاریخی گوشتینی خوب می‌گرفت، هنر خوب نشان می‌داد و امروز ببینیم چی اونر نشان میدهد. بار دیگر ببینید از همان رویش اول که به سمت راست اجرا کرده بود این بار رویشش رو دیگر کرد، به سمت چپ اجرا کرد. آن اصول مورد نظرش رو ولی موفق نشد. این ترتیب ثانیه های پایانی وقتی معمولی نیست پشت سر میگردند دوستان عزیز. اکنون موقعیت که بر جانب اولوغبیگ بود فورا کامران هم راهی گریز رو جست. تنبه اکنون آگاهی دیگر تنبه، ولی چون او یک پهلو دارد و پهلوی دیگر کوشش میکند ولی موفق نشد. فرصت خیلی کم مانده است برای اولوغبیگ تا تواند اون امتیازی که داده است آن را جبران کند. و همین ترتیب دوستان عزیز ثانیه های پایانی وقتی اساسی نیز در رقابت کامران کارلیکوف و اولوغبیگ رحیموف نیز به انجام میرسند.
و کامران کارلیکوف با مرحله چهار یک نهایی رقابت ها راحت گرفت. دوستان عزیز، یک عمل کردی اصول ضربه آیی خوب داشت با پشت پای حریف و آن را هم بسیار زیبا استفاده کرد. و از نوارهای تدریجی ببینیم که چگونه این موقعیت را اصول ضربه آیی با پای چپ را بسیار خوب استفاده کرد. عادتا این یعنی اصول رو ورزشگران با پای راست استفاده میکردند، اگرچه در ابتدا از این یعنی حلال به گذاری کرد داور، ولی بعدا داوران کامیرو گفتند که این پرتاب یعنی امتیاز ناکامل هست، یعنی پهلو هست. و به همین ترتیب رقابت بعدی دوستان عزیز میان بچه بگوف صورت میگیرد، بچه جون بگوف و اصحاب دین میسحاقوف. دوستان عزیز، برای توجهتان تشکر میگویم و اکنون باز هم ادامه گزارش ما از جریان نیروسنجی پهلوانان باز هم غیور، باز هم موفق، باز هم شهرتیار مملکت در وزنهای مختلف و مهمیتش این که الان در وزن 90 کیلو باز منظور شما میگردد. و واقعا هم امروز از دیگر مناطق کشور پهلوانان هم شناخته و هم باز چهره های نو هم که کشف شدن حالا به میدان می آیند و در این ردیف ما هم امکانی معرفی این چهره ها را داریم. و بلاجون پهلوان دسته خطلان دو بیکف که با خلعت سفید نیرو سنجیده ایستاده است، این در تنتنه نوروز های بین المللی تایی سه سال اخیر بسیار خوب هم درخشیده بود و امروز هم یکی از مدعیان در این وزنی 90 کیلو به حساب می رود. و اصحاب دین میساقوف، این ورزشگری که از دسته شهر و ناحیه های تابعی مرکز است، الان مقابلی این پهلوان کاری را هم خوب انجام نداده است. اکنون در گلیمی دیگر هم رقابت های پهلوانان وزن 80 و لکه بود وزن 100 کیلو جرایان دارند و خیلی هم زورازمایه های جالب البته ما رو در دو گلیم انتظار است. و واقعا هم اینجا یک لحظه حساسی که چون توجه کردیم لکه در گلیمی دیگر بود و اینجا هم با بلاجون یا بیشتر در تنتنه های نوروز بچه جان بلاجون هم نام برند این پهلوان ناحیه واسی رو که از دسته خطلان دو هنرنمایی دارد. الان اونقدر کار خوبی هم سامان نداد و اسلام الدین میساقوف با همون اشتباه کردش آگاهانیده شد، دوباره هم حرکت بیکوف خیلی با مورید است. اگر این دفعه تواند نه اندک نزدیکی باز هم برای امتیاز اول داشت، اما این فرصت این لحظه هم باز به نتیجه خاتمه می‌یابد. باز هم بچه جون بیکوف این مراتب هم بهتر بدن هست.
بعدن هست بچه جون بیکوف این ورزشگری که معرفی کردیم اصلا از سلاله همون قهاروف هست لاله خان شریف و باز چند برادری اون کس هم سالیانی طولانی میدانداری کردن و این سلاله از نسل به نسل در این نایله قهاروف ها باقی مونده است و قبلگاه این پهلوان شریف قهاروف برادر یکی از پهلوانان معتبر مملکت لاله خان قهاروف است. این رو کسی که درباره گوشتین ملی معلومات دارد الکه این چهره رو به خوبی میشناسد. و حالا یک امتیازی که گرفتین هم برایش بسنده نیست چون که مهارت این پهلوان اندک فوق العاده هست. حالا میساقف کوشش میکند حریف را از میدان بیرون کند اما پهلوانی دسته خطلان دو کوشش دارد یک امتیاز دارد اما با این قناعتمند نیست. اصحاب این میساقف اینجا هم چون مشاهده میکنیم که علاقه خود مربیانی شهری وحدت اینجا توصیه میدهند این پهلوان از دسته شهر و ناحیه های مملکت از شهری وحدت است. پهلوانی خلعت کبوداشت از میدان بیرون شد داور اکنون مجبور است که برای این عمل باز هم پهلوان رو مجازات کند. بله از آگاهی اکنون کار باز هم رنگی دیگر میگیرد تنبیه داده شد به پهلوان شهری وحدت. باز هم در گلیم اول اینجا هم بیشتر و زیادتر خوب آزمایی های پهلوانان مورد توجه هست چون که اینجا هم پهلوانان خیلی شهرتیار معروف حالا در میدان سبقت دارند از یک دور به دوری دیگر. الکی باز هم جهانگیر مجیدوف این راه را خوب تای کرد و باز هم چندی نفران دیگر البته باز هم با آیسته آیسته امام علی مسافر هم به میدان برآمد. باز هم اولوغ بیگ رحیمف چون ناکام شد کمران کرلک به مرحله دیگر راه یافت و با همین ترتیب ما البته امکانیت معرفی پهلوانان موفق را در وزن تا 90 کیلو داریم. وقت انجام یافت. بچه جان یا چون بیشتر او را هم بلا جان میگویم بلا جان بیکف پهلوانی دسته خطلان دو در این دیدار غالب آمد. اکنون بعد این ورزشگران دیگر به میدان می آیند. اینجا علیم نیازوف را ما می بینیم که در دوری علیم عوازوف را از ولایت سوخت که در یک دور غالبیت به دست آورد و محمد الله لایقوف این پهلوانی دسته فدراسیون گوشتین ملی تاجیکستان است که حالا به میدان می آید. لحظه های هم اشتباه و حالت هایی که چون در این مورد گفتیم اکنون دوباره منظور شما گردید بینندگان عزیز. علیم عوازوف پهلوانی ولایت سوخت با خلعت سفید است و محمد الله لایقوف ورزشگری دسته فدراسیون گوشتین ملی با لباس های ورزشی کبود. محمد الله در یک دور آزاد بود. رقابت اولین محمد الله است. حالا ما مشاهده میکنیم که مقابل علیم نیازوف حالا کوششش هم هرچند که این دقیقه اول پسی سر میگردد یکون نتیجه بخش نیست. سلاله پهلوانی لایقوف ها هم خیلی در منطقه رش شهرت دارد اما این پهلوان زاده شهری دوشنبه است محمد الله لایقوف. و البته ما صحیفه های تاریخی گوشتین ملی و جالبیت را در من سالهای اولی صاحب استقلالی مملکت خیلی یاد داریم که یوری بیگ لایقوف چگونه هنرنمایی میکرد. بسیار هم در سرعت در
حرکت ها و استفاده حلق های گوشتینی ملی واقعا هم شهرت یار بود. با مانند باز هم سنت الله رسولوف همین دو پهلوان خورشید حکومتوف، رعوف حکومتوف، انا همین چهره ها واقعا چهره های سرشناس گوشتینی ملی در زمان صاحب استقلالی مملکت بودن، در زمان صلح های اول رو در نظر دارم. و بعدا هم محمد صفا لایق برادری همین پهلوان خیلی کبو داشته و جانی بیگ و قناعت لایق فاین سلاله پهلوانیه که البته باز هم از نسل به نسل باقی میموند و امروز این چهره اکنون در مرحله دویم شرکت دارد. باز هم یک حرکت اولیم عوض اینجا هم مقصد نگ نیست و باز هم مبارزه ادامه میابد و بعد این باقی گذاشتن به نسل البته اون نفرانی که سابقه دار شدن. حالا از سه اویله هشت نفر پهلوانی نورس و جوان در مکتب مهارت عالی ورزشی تحت رهبری رؤوف حکومت تمرین میکنند که این بسیار هم شایسته تحسین است که امروز همین گوشتین ملی چگونه فراگیری پهلوانان نورس را از نسل به نسل بیشتر باقی میگذارد. و این البته در منطقه کولاب، در دیگر مناطق، در ولایت سوق، در ناحیه جبار رسولوف هم بیشتر است. در قسمت جنوبی کشور هم این انعنه ها خیلی خوب ادامه میابند. الان ما یکان عملی بهتران نمیبینیم که در باره هنر یکی از اینها باز هم حرف گوییم، اما باز هم محمدولا باید اینجا از حساب تجربه بهترش، اما نه، اینجا هم داور بعدیانه که محمدولا بیرون شد از میدان آگاهی گرفت. محمدالله اکنون اندکه مبارزش سوستر شد براستی و پهلوانی ولایت سوخت علیم عوازف این از ناحیه جبار رسولوف است و هر یک ورزشگری که امروز دوری اول و دومه در مجموع غلبه به دست میارد بدون مبالغه یا از ناحیه جبار رسولوف است یا از ناحیه مسجد. دیگر در ولایت سوخت رشد گوشینی ملی ما اونقدر بهتر به نظر نمیرسه. در این منطقه شرق بیشتر نیروسنجی های کمربندی صورت میگیرند که کمربندی هم تاریخی غنی دارد و اگر این رو هم خود به همون تاریخ قدیمی گوشتینی نیاگون هم دانیم اشتباه نخواهیم کرد. رقابت اونقدر جالب نیست براستی، عملهای هر دو پهلوان مورد توجه مخلصان هم نیست. یوری بیگ لایقف سونیا سنجی جو اشاره دارد که سمت حمله را، سمت مبارزه را باید دیگر کرد با این طرز. البته هنرنمایی کردن حتی رؤوف حکومت و صدایش هم بلند شد. امکانیت خوبی محمدالله در اینجا پیدا شد. اگر عاقلانه این کار را استفاده کرده تواند بسیار حالتی آن همان سر سیوجی است. کدی میتواند یا نه؟ یک، دو، سه. و واقعا هم یک پرتافت جالب بود. اینجا پهلو به حاکزاری میکنند و خوجان دیجوف اشاره کرد که حلال، اما دو نفری دیگر پهلو اندکه بهتر شد. محمدالله اکنون هنرنمایش خسته حالیش هم به نظر میرسد، اما پرتافتش اندکه تسکینی دلی مربیش رؤوف حکومت شد. بسیار صدایش از نیمه چپ بلندتر میشود.
و مربیان این ولایت سوخت هم اینجا بسیار توجه کردن. البته با امیدوار هم بودن که از این دور علیم جان عوضف نتیجه دلخواه با دست میارد، اما چونین نشد. امره که نه داور اینجا استید بود، البته امری داور اینجا گفتیم که بسیار نقشی اساسی دارد. با همین ترتیب نیروسنجی انجام میابد و محمد الله لایقوف اکنون با بلاجان بیکوف رقابت خواهد کرد. با پهلوانی ناحیه واسی از دسته خطلون دو توجه میکنیم اکنون با دیگران محمد فرهادوف و ظفر علیم شایوف. خیلی چهره های شناخته، پهلوانانی خیلی زبردست میدان های با شکوه گوشتین سنتی. ظفر علیم شایوف با یک تکی سفید اندر میدان می شود. محمد فرهادوف با خلعت کبود جفتی دیگر حالا به میدان می آیند. این رقابت پهلوانان در دوری دویومی نیروسنجی های وزنی 90 کیلو صورت می گیرد. علی بک دلشادزاده داور کنجی به مرکز میدان می رود. اصلا رقابت های بحث برانگیز رو انا همین داور جوانی ناحیه جبار رسولوف حکمی میکند. این یک نوع اعتماد قوی به همین داور است و بسیار هم دیدی عادلانه و خالصانه دارد واقعا. و ببینید قبلا هم هموطنش از یک ناحیه، از ناحیه جبار رسولوف، او را حتی همون امتیازی حلال هم می دادن، اشتباه هم نبود. حتی داور هم این رو تصدیق کرد، داور این مرکز. اما دلشادزاده علی بک امتیازش همون پهلو بود که بار دیگر همچون داور عادل در میان داوران جوان کشور اعتراف می گردد. ظفر علیم شایوف پهلوانی خیلی محبوب ناحیه ونج، این چهره هم در مسابقات قهرمانی جهان، هم در چمپیونات آسیا در رشته سامبو موفق هست، نتیجه های بهتر هم دارد، مدال برنجی. محمد فرهادوف تحت رهبری مربی رستم نظرف در مجموعه ورزشی وستن تمرین میکند. حالا در مبارزه هر دو پهلوان محمد و ظفر یکان تغییرات دیگرگونی نیست، نه آگاهی دارن و نه امتیاز. در چارچوبه همان نظام قایده های معمولی گوشتین ملی عمل کردن، وظیفه البته خود پهلوانان است. مربیان هم با این مسئولیت باید موظفند که این تدبیرها را جهتی احترام گذاشتن به ورزش های سنتی علال خصوص گوشتین ملی خیلی مقصدناک براه مانند. علاکه سال تا سال خیلی بهتر شده است، چون اکنون روبریت فدراسیون گوشتین ملی هم دیگر شد دو سال قبل، سه سال، و در این زمینه کار هم یک باره خیلی روش کرد.
این برگزاری سمینار مشورت و باز هم دعوت داوران جوان و باز هم دایر کردن ان همین ورزش سنتی نه تنها در تنتنه نوروزی بین المللی بلکه در روزهای جشنهای ملی و دولتی همیشه راه اندازی می شود. به همین ترتیب ما می توانیم که این ورزش بوستانی سنتی تاریخی 5000 داشته خود رو البته به عرصه جهانی براریم. هدفی البته نهادهای دخلدار ساحه از همین عبارت است و این مسابقات با ابتکاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه راه اندازی شد. یادآور می شویم این عمهای شایان نوروزی مکافات پولی در هر یک دور ورزشگر غالب را انتظار است و در نهایت با غالب وزن مطلق مکافات عالی شاه جایزه تقدیم خواهد گردید. محمد فرهاد و فندک توجه راست بودن را از خاطر دور کرده است. نباید با قامت راست این ورزشگر گوشتین گیرد. باز هم مبارزه پهلوانان وزن 90 کیلو ادامه می‌یابد. بعد این باز اینجا هم اسرائیل رحیموف در دوری اول که چون هنر نمایی کرد با ناصر عبداللایف و صبرالله حکمت‌اللایف در دوری اول آزاد بود. بعد این اکنون امکان داریم که باز نفران دیگر رو به شما معرفی سازیم. حالا یکان عملی بهتر از جانب هر دو اجرا نشده است. بدن هست بله با محمد بدن به هاگذاری شد. محمد دوباره توجه میکند به خاتمه وقت چونکه مطلبش رو علاقه عملی ساخت. ظفر باشد برعکس. محمد رو اینجا آگاهی انتظار است فکر میکنم. دیدید واقعا همچنین هست. بله اکنون ما باز یک لحظه توقف برای درست کردن کمربند برای باز هم ترتیبی سازگار برای ادامه مبارزه این دور. توجه میکنیم اکنون باز هم به مبارزه در گلیم اول ظفر عالمشایف جایزه داری مسابقات قهرمانی جهان همچنین چمپیونات آسیا به گوشین طرز سامبا و محمد فرهادوف این پهلوان گفتیم که هر دو هم اگر چنین گویم اصلا زوده نوحیه ونجند. یعنی تاریخ و سلاله پهلوانی این هم سرچشمه است از همین منطقه است. و محمد که جای زیستی دایمی است این شهر دوشنبه است از این خاطر از دسته دوشنبه یک هنرنمایی میکند و ظفر عالمشایف از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. محمد گوشتین نمیگیرد. در ادامه رقابت بازی دیگر بار دیگر هم اکنون داوران به مشورت عمیق می آیند. در 3 دقیقه البته اینجا هم توجه اکنون اینجا نفر فعال محمد است. ظفر عالمشایف می خواهد که اندکه با سرعت اندکه باز هم جذابتر نیروسنجی خود رو نشان دهد. اما این باز هم یک تکتیکه دیگری حریف است که وقت را کشال می دهد و با همین وسیله انتظاری خاتمه
وقت رو البته باز مادی اول میگذارد. به همین خاطر اند که تیروزی بعضی مخلصان، برخی از باز هم نمایندگانی دسته ولایتی مختار کوهستانی بدخشان است، باز هم دوباره اینجا مشورت داوران با سرداور مسابقه و راهبری گلیم یکم که کار چگونه صورت میگیرد. بله البته خلاصه عمیق فکر و نظری که اینجا هم ما برای مجازات یا برای آگاهی این ورزشگر یک فرصتی که باز توجه میکنیم. و دوستان عزیز واقعا هم در ادامه مبارزه ما میبینیم که ظفر علیم‌شایف و همچنین محمد فرهادوف هرچند که تلاش دارند، اما یک بحثی که اینجا به میان اومد، البته ببینید که آسین این ورزشگر اما دستی که ببینید که محمد هم اعتراض دارد که در اینجا البته غیر قاعده عمل کرد، اینجا انگشتان رو فشار داد، بسیار هم آسیب هم داد، اشاره میکند و در ادامه مبارزه هم رابری گلیم و هم در مجموع کلی داوران این فکر رو هم باز هم بررسی کردم. و در گلیم دیگر یک رویداد فرابخش که به وقوع پیوست، این حیدر پهلوان که بسیار هم یک نتیجه بهتر غلبه شایان رو در مقابل یکی از چهره های سرشناس حق نظر رو به دست آورد که کس گمان نداشت. یک چهره دیگر در گلیم دو کشف شد. با این مسئله البته برمیگردیم، بیا توجه میکنیم به حالت قبلی که چگونه رخ داد. و اصلا در گوشتین سمبو گو چون این عمل های غیری ورزشی هم به وقوع میپیوندند، این عملی این حالتی که بود با بدن به گذاری گردید و محمد در ادامه مبارزه فرهادوف تا به نقطه نهایی همین مطلب رو همین نتیجه رو نگاه داشت و فرهاد با دوری بعدی راحت گرفت. اسرائیل رحیموف پهلوان لباس ورزشی سفید داشته است. این ورزشگر هم از دسته دوشنبه دو هنر نمایی میکند و صبرالله حکمت‌الله از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز. تا جایی ما میدانیم این پهلوان زاده ناحیه شهری نو است و تحت رهبری شیخوف تمرین میکند و اگر شهزاد شیخوف باز چند همون سلاله که قبلا هم میدونیستیم همین ادامه هنری پهلوانانی ناحیه شهری نو است. و حکمت لویف الان در بدست آوردن امتیاز یا آغازی عملهای مورد توجه کاری رو هم خوب انجام نداده است و اسرائیل یکی از همان نفرانی که امروز ما چون به همین نقطه توجه کردیم، سه چهره در میدان امروز کشف شد، یکی در وزن 60، در وزن 80 و همچنین باز در وزن 70 کیلو. سه چهره که قبلا در میدان گوشتین های ملی ما نبودند و امسال انا همین چهره ها خوب درخشیدند. ما قبلا در گزارش خود باید به این مسئله باز هم بیشتر معلومات دادیم.
و اسرائیل رو اگر ما ببینیم که حالا چگونه هنرنمایی میکند از تجربه اندکه مسابقات آخرین سال 2019 برمی آید که این ورزشگر در میدان های این ساله باید خوب درخشد در وزن 90 کیلو. اما هر دو کشمکشی های بی نتیجه و عمل های غیر قاعده که فشار در مقابل یک دیگر داشتن، اینجا هم دست فشوری های بی اساس، هر دو هم آگاهی گرفتند. این طرزی موفقیت شدن نمیتواند، چون که اسرائیل از این حالت ها خیلی خوب واقف است، برخوردار است و با آسانی هم میتواند عکسی عمل را خوب استفاده کند و از این حالت به آسانی رها یابد. همون سرچشمه معتمد البته همون داشتنی دست است، ابتدا آغاز عمل اگر بهتر باشد یا از بالا از کمربند داشتن هم. اکثر استفاده هم اصول و عمل های ثمره بخش از همینجا منشأ میگیرند. البته این هم از آغاز اصول و داشتنی حریف البته با طوری مقصدناک. اما اینجا هم حرکت ها هم کوشش هایی که دارن که به سمت چپ و راست هم اسرائیل و هم صبرالله اکنون اندکه افضل تر شد. نیروسنجی پهلوانی ناحیه شهر نو صبرالله که بعدن به هاگذاری گردید. انا همین با صبری پهلوانان هنگامی ترتیب درست کمربند بسیار هم تماشابین رو روح افتاده میکنه. اندکه زودتر باید این اعمال ها انجام یابند و 5 دقیقه وقتی اساسی میدان باید با سرعت تیز در همین ترتیبی که خیلی خوبتر باشد. اسرائیل درک میکند این مسئله را که دیگر راهی برگشت ندارد. اوی بهترین و چون بر زبان ما هم حالتی همیشگی وزاری پهلو است، واقعا هم اکنون چون عادتی دائمی بیشتر اکنون در جریان گزارش ها که جدا مدی اول بود مسابقات گران پری و گران سلام و در مجموع علاقه ترکی عادتی دائمی هم ری محال و اکنون بیاد با توجه میکنیم با معرفی پهلوانان با غالبی همین جفت که صبرالله امکانیت رو خوب استفاده کرد. بعدا اکنون اینجا هم اسرائیل خوب هنرش درخشید و در نهایت نتیجه رو تغییر داد. اکنون امتیاز پهلو رو به دست آورد. و گفتیم که اون متانتی که کارشناسان از اسرائیل انتظارند، یعنی بیشتر مورد توجه مربیان ماز ریسکدین رجبوف هنرش قرار داشت در میدان امروزه، باید این گفته ها را بسیار هم خوب نشان میداد. واقعا هم چنین هست، دیگر شرح با ادامه سبقت نیست. و اکنون پرتفتی دیگری اسرائیل هم اینجا پهلو حلال است. و حالا با میدان جهانگیر مجیدوف
خلعت سفید به بر کردن در میدان میگردد و حریف او بورچینوف. بورچینوف دلیر از ولایت مختار کوهستان بدخشان. نیروسنجی های پهلوانان اینجا در وزن در وزن 90 کیلو در وخوری های چاریگنی های دوستان عزیز صورت میگیرد. اکنون غالبی همین جفتی اول با مرحله نیمانی هایی میبراید، یا دلیر بورچینوف یا جهانگیر مجیدوف. جهانگیر در رقابتی اول محمد ایساد دولت افرا شکست داد، در مبارزه دویم هم شیرفگان سردار و با مهارتش تاب آوردن نتوانست. اکنون این سیومین مبارزه جهانگیر مجیدوف در میدان نوروز بین المللی شهر دوشنبه است. چهار رقابتی دیگر در همین گلیم در وزن 90 کیلو صورت میگیرد و از میان 8 نفر 4 گانه غالب و واخوری نیم نهایی میبرایند. درباره مهارت بورچینوف براسی معلومات کمتر داریم و جهانگیر مجیدوف الکای معرفی شد، چهره سرشناس که قبلا هم در هیئت منتخب نورسان بعدا جوانان کشور نتیجه های شایانی حتی مسابقات قهرمانی جهان را دارد و در رده بندی هم سال قبل صدرنشین بود و الان در کشور آذربایجان چون در اکادمیای جودو هنر نمایی میکنه. واقعا هم این لحظه خیلی با آسانی بورچینوف رو دوچاری ناکامی کرد. جهانگیر از این دور خیلی با آسانی موفقیت به دست آورد و اکنون اولین شده با واخوری نیمه نهایی همین وزن را خط گرفت. از اشتباه هست، ببینید که حریف بورچینوف ابتدا اصول را شروع کرد و انتها خودش ناکام شد. انا همین لحظه امومالی مسافیروف نماینده دسته دوشنبه دو با خلعت سفید هولو به میدان می آید و کامران کارلیکوف این ورزشگری دسته خطلون یک با خلعت کبود. جفتی دویومی رقابت های چار یک نهایی هولو آغاز می شود. این پهلوانی ناحیه یوان از دسته خطلون یک کامران کارلیکوف است. پیش از این باید ورزشگری که خلعت سفید به بر کرده است به میدان آید. امومالی مسافیروف این از ناحیه پنج است. امومالی رحمانالی برادرها خیلی هم در همون ایدهای نوروزی در گوشتین سنتی خیلی محبوبیت خاصه دارند در منطقه خطلون. امومالی هم در استفاده همون اصول سری کتف در میانی البته همتایان خود خیلی هنرش فرق کننده است.
اما در جمهوری این کارو با آسانی انجام دادن فکر میکنم که نشاید. آی 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 پهلو با کارلیکوف پهلو داده شد، چون که کارلیکوف هم بسیار عمل رو سری وقت از مرکز شروع کرد و پرتاف بیرون از مرکز میدان بود، اما اینجا همون ابتدای عمل مدی اول است. دوباره هم کارلیکوف بعدن امتیازی دیگر را میگیرد. اولا پهلو، باز هم بعدن، امام علی اندکی ضعیفی هنرش براسی در قیاس با کامرون کارلیکوف مشاهده میشود. باور خوجان دیجوف داوری درجه جمهوری اوی از ولایت مختار کوهستان بدخشان. آی باز هم خیلی حرکت کرد، بدن بها گذاری کردن با امام علی پهلوانی ولایت ختلان از ناحیه پنج. اما این از دسته دوشنبه دو هنرنمایی دارد. کارلیکوف اندیشه رقابت های بعدی را دارد و چرا دیگر عمل نمی کند. هم بدن به گذار، اولا پهلو گرفت سپس بدن به گذاری شد. آی باز هم پهلو بدن مذارد، دویومین بدن به امام علی نصیب شد. امام علی دو بدن دارد، کارلیکوف یک بدن و پهلو دارد. برای امام علی ضرور است که بدن نه و پهلو گیرد اکنون، چون که اکنون ده بدن هم پهلو را انکار کردن نمیتواند، حتی 15 بدن هم، یا هر ثانیه که بدن گیرد. البته وقتی که پهلوان باز هم یک قدم نزدیکتر به غلبه میشود، امتیاز دیگری بولو رو صاحب میگردد، یعنی پهلو رو دیگر به مانند نظامنامه قبلی این کاری امتیاز ها نیست. در گوشتین جدا همچنین است در لکه و این تغییرات این نوگانی هم طلبی زمان در گوشتین ملی تاجیکی نیست. قبلا آگاهی اول بدن رو این کار میکرد، تنبه پهلو رو و تنبیه دویوم البته حلال رو، با همین ترتیب البته. اما اینجا باز هم در ما اندکه دیگرگونی تغییرات هست که آگاهی بدون امتیاز البته نفری مجازات شده رو ناکام می سازد، یعنی که ورزشگر اگر آگاهی نداشته باشد و حریفش آگاهی و تنبیه گیرد، الکه این به نفع ورزشگری حریفی است. بله، حالا کارلیکوف نیروسنجیش باز هم بهتر نمی شود، برعکس امام علی فعالتر شد. اوی خیلی هم بهتر، امام علی بسیار با یک مسئولیت با جد و جهد دارد. کارلیکوف باشد در این زمینه، باز هم
اندکه با یوری تجلی تیبی نیاز دارد. حرکت یاخیلین پهلوانان این از جانب امومالی بود، اصول سری کتف، چرا که کار لیکو با مونند دقیقه های اول اونقدر فعال نیست و برادر این ورزشگر هم شهرت کار لیکو از نوحیه یوان گوشتینگیری خیلی خوب بود در همین وزنی که کار لیکو هنر نمایی میکند. قبلا الان علاقه سابقه کوریاش هم بیشتر شد و جای او را برادرش کمران کارلیکوف گرفت. تیاریش اونقدر براستی تیاری هر دو هم یک مروم است. اگر گویم که در همون نقطه نهایی با سلاحی پیک است چونی نیست. ورزشگری که اماده است در این پنج دقیقه بدون گفتگو آزادانه و دلپرانه حرکت میکند و مطلب خود را در دل خواه دقیقه میتواند که عملی سازد. این البته از هری وابستگی دارد، اما اینجا هم تجربه آمادگی بهتر گذشت مرحله های اساسی خیلی نقشی مهم میبازد. این باز هم فاصله مسافه ماز، اگر فاصله رعایه فاصله برای استفاده مقصدناک اصول سری کتف مدی اول است. امام علی این حالت ها را به طوری امون دل پرانه استفاده نمی کند، با اون خاطر که از نگاه داشتن فاصله، از رعایت کردن فاصله اندکه بخبر است. سببش هم همین و اکنون امام علی نتوانست که نتیجه را برابر سازد، هرچند دو بدن داشت اما حریف او کارلیکوف صاحب پهلو بود. و اکنون جفتی دویم رو ما معرفی کردیم. در جفتی دویم کارلیکوف با جهانگیر در واخوری نیمانی های دیدار انجام میدهند، البته پگاه، و کارلیکوف از این مرحله هم راحت به دوری بعدی گرفت. اکنون ما اینجا توجه میکنیم باز به هنرنمایی دیگر پهلوانان. بالاجان بیکوف از دسته خطلون دو با خلعت سفید و باز محمد الله لایقوف با خلعت کبود. و کارلیکوف گفتیم که شهرت و کامران برادران خیلی هم در گوشتین ملی تجربه و هنر خوب هم کسب کردند. و اکنون جفتی اولی اشتراکیان مرحله نیمه نهایی رو به شما معرفی کردیم. حالا بالاجان قامت راستش اندکه اطمینانش رو به نتیجه دلخواه این مسابقه بهتر میکند و محمد الله لایقوف علاکه اینجا او رو اندکه فشار داد که بالاجان فشار داد که از میدان بیرون شود و محمد لو تمرین های آخرین خود را در شهر مسکو با همراهی شمشاد انجام داد. بسیار حالت مناسب است برای محمد لو. اگر این مورد هم اندک حرکت را خوب تر کند، هر دو دست از کمربند اینجا ثمرآور نخواهد بود تا جای من میدونم. و ببیند که محمد لو چگونه این کار را استفاده میکند و نقطه نهایش بینید. تشکر. این حالت با دو دست کمربند داشتن تنها دفاع است واقعا، حتی مجازات هم شد، آگاهانیده شد. در همین لحظه از بالا داشتن باز پس و ان همین ترتیب را در نظر داشتم که محمد الله بسیار به همین اصول نزدیکی داشت، حرکت هایش هم مطلبش هم همین بود، اما این فرصت را هم صرف نظر کرد. بسیار چسبیشی جالب دارند، با هر دو هم جوانند، هر دو هم با استعداد.
گوشتینگیریشون تماشابین رو خسته نمی کند. بلاجان سری اوسینی دست چپ حریف رو داشته است و با همین ترتیب محمد الله باز بلاجان رو کدام با حجوم شروع میکند اولین شده اینجا همین نقش میبازد. کدام برخورداد است از پنج میل و از پنج اون سوری مهم، اما محمد الله اندکی اوسیب دید. اندکی پای چپش که جراحت برداشته بود و در ادامه مبارزه هم این مشاهده می شود. جفتی سیومی رقابت های چوریت نهایی را ما منظوری شما نموده استوده ایم. باز هم بلاجان در همین حالت مساعد است. محمد الله هم آی 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 بدن بلاجان صاحبی امتیازی اول شد. محمد الله دیگر بار هم باز میخواهد نزدیکتر از همون بالا داشتن برایش خیلی مساعد است. باز همون ترتیبی پیشینه اگر تواند اندک نزدیکتر. این هم صاحب امتیازی بدن گردید. هر دو هم استافتای مبارزه را باز هم پرشورتر میکنم. هر دو هم یک مرام هم واقعا هم آسانشون. باز این مراتبه هم بلاجان به اصول سر کیف توجه میکند، اما محمد الله نزدیک شوی را این فرصت اختیار نکرد. از چی سبب؟ چون که بلاجان فهمید که الکای محمد الله چی میخواهد. از میدان بیرون شدن. محمد الله آگاهی دارد، این را باید داند. هر دو بدن دارند و اکنون نیروسنجی جفتی سیوم از گفتیم که در رقابت چوریک نهایی جفتی اولی رقابت های نیمه نهایی وزنی 90 کیلو معلوم شد. جهانگیر مجید با کامران کارلکوف نیرو می سنجد. محمد الله هم در حالت خوب است، باید از میدان بیرون نشود، نزدیکی کند به سوی پیش. ببینید حرکت هم اندک بهتر است. هر دو هم ارزنده واقعا با گوشین خوب گرفتن همین دو پهلوان. محمد الله هم اکنون باز دوباره امکان دارد که از این فرصت مناسب استفاده کند. یک آگاهی دارد محمد الله، باید این را خوب داند، گوشتین گیرد که حریف یا آگاهی گیرد یا امتیازی دیگری بدن را صاحب شود. هر دو یک بدنی دارند، اما با تفاوتی همون آگاهی بلاجان میتواند که پیروز شود در صورت خاتمه وقت، اگر نتیجه بخش نباشد برای حریفش. بدیل پوری عمل نمی کند به خاطر اون یک حرکت خیلی خوب هم دارد، همون هنگامی داشتن کمربند با دو دست همین رو زود نشان داد، اما مطلبش در مقابل بلاجان عملی نشد. باز همون رو همون اصول رو میخواهد و اکنون وقت انجام یافت. بلاجان با یک اشتباهی حریفش گفتیم که در این دیدار
غالبیت به دست آورد با همون آگاهی محمد الله لایقف. اکنون بیکو باکی نیرو میسنجد. حالا ما بعدی چند لحظه خواهیم دید و محمد فرهادوف حالا با میدان میاید و از این سمت اسرائیل رحیموف. محمد فرهادوف با حالا اسرائیل رو ما میبینیم، اسرائیل رحیموف رو. ظفر علیمشایف اینجا یک فرصتی که قبلا اینجا فشار در مقاومت محمد چون بود امری داوران در این زمینه باز هم ظفر رو کامیاب کرد، اندکی حالتی که باز هم اسرائیل توجه کرد به نتیجه بهتر و صبرولو را هم کامیاب گردانید. در مقابل صبرولو کامیاب شد اسرائیل رحیموف و به این مرحله راه یافت. جفتی آخرین رقابت های 4-1 نهایی وزن 90 کیلو. اگر اسرائیل همین مرحله را هم گذشت کند به همون چهره کشف کرده چهارگانه همین مسابقات شامل می شود، چون که این پهلوان هم شهرت ندارد، شهرت یار نیست در تاجیکستان، اما بسیار هم مهارتش در مقابل پهلوانان شهرت یار کشور شایسته تحسین. اگر برنده مدال برنجی چمپیونات جهان را دوچار شکست کند، آنگاه به همون کشف چهره های سرشناس در سال 2020 شامل خواهد شد. رقابتی که میان پهلوانان صورت گرفته ایستاده است، ظفر علیمشایف و اسرائیل رحیموف، الان بدون امتیاز است. یعنی هر دو هم متوجه عملهای جالب هستند اما موفق نیستند. زور آزمایی و کشمکشی هایی که میبینیم البته این اندکی از فارغ بالی پهلوانان درک میدهد. باید ورزشگر در میدان، اگر ما بیاد توجه کنیم به صحیفه قبلی، بختاور رحیموف از ظفر علیمشایف در دوری اول شکست خورد، بعدا محمد فرهادوف هم در مقاومت این ورزشگری ونجی تا باوردن نتوانست دوچاری ناکامی شد و این مرحله سیوم را پهلوانی ناحیه ونج میخواهد که با موفقانه پشتی سر کند.
اسرائیل رحیم باشد ناصر عبدالله را شکست داد و بعدا در مبارزه دویم مقابل صبر الله حکمت الله از ناحیه شهری نو هم دست بالا شد و سیومین سبقت پهلوانان الان جریان دارد. در گلیم دیگر پهلوانان برای دریافت غلیبیت وزن 100 کیلو مبارزه برده استادن. اینجا هم ابوبکر یکابیر، پهلوانی جوانی امید بخش، فردوس نسیموف، سید جلال سیدوف، خورشید مجیدوف، بسیار هم چهره های شناخته ای گوشتین میلی و جدای میهن میانی هم مبارزه برده استادند و در گلیم ما در گلیمی یکم باشد. این آخرین رقابت در سبقت های چار یک نهایی است. یادآور میشیم جهانگیر مجیدوف با کارلیکوف پگو در وخوری های نیم نهایی وزن 90 کیلو دیدار انجام میدهند و بلاجان بکوف با غالیبی ان همین جفت، یا ظفر علیمشویوف یا اسرائیل رحیموف، یکی از اینها حریفی بلاجان در مرحله نیمه‌نهایی خواهد شد. بعد این سبقت های وزن مطلق صورت میگیرند، وزن جمع 100 کیلو. حالا هم باز اینجا چون به سمت چپ راست توجه میکنیم ملکه هیجان و اما عادت دائمی، چون احساس میشود که گلیم دیگر باز هم توجه به همان عملهای شایان و به همان اصولهای خیلی معمول گوشتینی میلی دارن. وقت انجام یافت اما در دوام مبارزه در ادامه نیروسنجی اینجا هم هر دو پهلوان با امتیاز موفق نشدند. وگر اینجا اشتباهی را داور تواند که بازدیده باشد در عملی که آگاهی بود و اینجا هم امر بود اشاره که از این نقطه این کار شد آگاهی و بعدا هم جریان این رقابت به نفع ظفر علیمشویوف خاتمه یافت. پهلوانی که امید بخشی که اسرائیل گفتیم رحیموف در ادامه مبارزه اعتراض دارد. انا همین لحظه که آگاهی بود و این رو هم بعدا با مشوره دیدوار این کار کردن، یعنی بیکار دانیسته شد و با همین نتیجه اکنون ببینید که اونقدر نه تفاوت نه و نه فرقی ملکه و هنری پهلوان بود و با همین ترتیب ظفر علیمشویوف با مرحله نیمه‌نهایی رایو و با بلاجان بکوف پهلوانی ناحیه واسه از دسته خطلون دو قوه ازمویی خواهد کرد. باور خوجان دیجوف داوری درجه جمهوریوی از ولایت مختار کوهستان بدخشان در برای جهانگیر، البته دیروز هم ما در سبقت هایی که در زیر گروه خود انجام داد در ابتدا مقابل پهلوان سغدی محمد دیستو دولت و غلبه به دست آورد، شرفگان سردارف رو در دوری دویم شکست داد و فریدون قربانف رو در دوری سیوم نیروسنجی زیر گروه ا در وزن 90 کیلو مغلوب کرد و با وخوری نیمه نهایی برآمد. کارلیکوف باشد باز هم در مبارزه اولینش آزاد بود، در رقابت دویم اولوغبیگ رحیموف را مغلوب کرد، بعدا امومالی مسافیروف هم از نتیجه رقابت با کارلیکوف قناعتمندی حاصل نکرد، یعنی ناکام شد.
و با همین ترتیب هر دو نتیجه بهتر و نسبت به دیگران صاحب شدند و به این دور راه یافتند. از جهانگیر البته فکر میکنم مخلصان امیدهای بیشتر دارند، چون که از حساب ملکه و همچنین تجربه غنی مسابقه های بین المللی خیلی هنرش فرق کننده است، اما در مبارزه که الان ما میبینیم یکان تفاوت به نظر نمیرسد. هر دو هم یک زل یک مروم، تنها فشارها به خاطر همان آغازی عملهای جالبی گوشتین ملی و در مجموع توجه برای حرکت های ثمره بخش است. این رو هم باور خوجان دیجو خوب میداند. البته پنجه فشوری دست فشوریه که البته در گوشتین جودو هم رایش نیست، در گوشتین ملی ما هم این غیر قایده است که حالا باور به هر دو آگاهی داد. کمربند رو هر دو هم ببینید که چگونه یک مرام، باز هم ترتیبی قوازمایی پهلوان هم یک زیل است، قامتشان هم وزنشان و داشتن حرکت های اول هم خیلی مانندن با یک دیگر، باز همین طور که گفتیم. اما جهانگیر اندک حرکتش رو دیگر کرد، از گریبان حریف می دارد. این هم باز وابسته به همان استفاده عمل های عشقیز چی می خواهد. اما نه، فاصله مدی اول است، به این نوبت گرفتن فاصله در عملی کردن مخصوصا همین اصول سرکیت بسیار نقشی سازگار دارد، حتی سانتی متر هم میتواند در اینجا به منفیت کار باشد یا برعکس. کارلیکوف یک کوششی را اندک بهتر کرد، اما با دو دست از گریبان گرفتن این مطلبی کارلیکوف رو هم سری وقت عملی نخواهد کرد، بیشتر از اورینج کوتاه‌تر برکشیدن در اجرای این عمل خیلی به منفیت کار است. و بلاجان بیکو با همراهی ظفر علیم‌شایف، این چهره که دیروز هم در زیرگروه پایانی زیرگروه بی در سه دور غالب شدن و به مرحله نیمانی های راه یافتند، اکنون غالب این جفت به فینال می براید در وزن تا 90 کیلو. سوستر است، من فکر میکنم اون جهانگیری که ما امیدواری های بیشتر داشتیم در میدان امروزه تنتنه گوشتین ملی هنر این پهلوان اونقدر مورد توجه نیست، هرچند اگر ما هم قیاس کنیم استعدادی جهانگیر و کارلیکوف رو در اکادمی آذربایجان تحصیل کردنی خود جهانگیر مجیدوف، باید که هنرش کاملا در این رقابت ها فرق کننده باشد، چون که کارلیکوف اون تمرین های با تدریج دویمی خود را گاه گاه هم نمیتواند ادامه دهد، گاه به همان حالت موسمی هم اعتبار میدهد. یک جهتی فرق کننده ملکه همین است. تنبه بله، هر دو هم گوشتی نمیگیرند، خسته حالی مخلصان علکه یک فضای آرام هم به نظر میرسد، باید اینجا هم صورت افزایی حرکت های بهتر رو هم هر دو نشان دهند، اما چون این نیست بهتر بود وزن های اندک سبکتر، اما باز چون وزن بگرانی میرود اینجا باز اندک در اجرای عمل ها حتی دوران هم عاجزی میکشند اندک جهانگیر، حالو که داخله رو استفادهش رو خیلی هم در سطح کسبی انجام میدهد جهانگیر، اما اینجا اونقدر بختش آمد نکرد و یک حرکتی که و براسی کمرون هم میداند که هنری جهانگیر مجیدوف و برخورداری تجربه حریف رو هم خیلی مد نظر گذاشت، چون که چند مرتبه با جهانگیر هم کشتل بگیریبان شدن در میدان هایی گوشتینی ملی و ماس، یکی از سبب هایی که حالا کاری جهانگیر آمد نمیکند دانستنی همان هنری جهانگیر است که این رو کارلیکوف بهتر میداند و عکسی عمل ها رو سری وقت به مورد انجام میدهد. وقتی عملی اول رو کارلیکوف آغاز کرد دیگر رجوع به کوشش دیوم نمی کند، این هم سبب دارد، این از همون فهمیدن و دقیق دانستنی خودی کارلیکوف است که
که مبادا در ادامه مبارزه باز هم به اشتباه راه ندهم. کامرام اندک سستر شد، حرکت های جهانگیر اندک بهتر گردیدن نسبت به دقیقه های اول. و هر دو هم پهلوانی سزاوارند در این وزن در رقابت نیمه نهایی. فشار و مقابل کامران باز هم جهانگیر زیادتر میکند. اگر این حالت رو هم کامران دوباره تکرار کند بسیار یک خوفی دیگری او رو تهدید میکند، چون که علاقه آگاهی و تنبیه هم هر دو دارند. شاید تقدیر این رقابت رو همین مجازات ها حل سازند. اوی دوباره هم بهتر بدن هست، در نهایت هم جهانگیر مطلبش رو عملی ساخت، صاحب امتیازی اول شد. کامران هم بسیار دفاع کرد، جرأت کرد، به همه عملهای حریفش یک پاسخ دقیق و عکس عملهای سری وقتی رو نشان داد. اما در نهایت هم بسیار یک زیرکی جهانگیر بسیار هم مشاهده شد و صاحب امتیازی اول گردید. وقت هم علاقه انجام یافت. در همان ثانیه های آخرین جهانگیر با یک حرکت جالبش با امتیازی بدن بها گذاری گردید و جهانگیر با مرحله فینالی وزن تا 90 کیلو اولین شده راه می‌یابد. توجه میکنیم به پهلوان دیگر، اکنون بلاجان بیکوف. این ورزشکار از ناحیه واسه ولایت خطلان است، دسته خطلان دورم رو معرفی میکند و ظفر اولیم شویف نماینده دسته ولایت خطلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان با خلعت کبود. درباره اشتراک ظفر البته در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا در رشته سمبو گفتیم قبلا که این هم جایزه دار است در رشته سمبو. کسبیت و چون گفتیم درباره هم نفوذ پهلوانان در مسابقات سطحی باشکوه، ظفر علیم‌شایف اندکی افضلی دارد. بلاجان واقعا پهلوان مردمی است، اما سلاله قهاروف ها، لالهان قهاروف شریف و باز هم چندین برادر این ورزشگر هم بیشتر در انانه های سنتی در میدان های گوشتین نوروزی میدان داری میکنند و ظفر علیم‌شایف باشد برعکس. عضو منتخب سمبوی جمهوری تاجیکستان، اشتراکچی مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبو و برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در گوشتین سمبو و چمپیونی چندین کاراته مملکت در نمادهای مختلف ورزش، هم گوشتین ملی و هم سمبو. در جودو هم جایزه دار است، اما عضو فعال منتخب سمبوی کشور است. امکانات خوب دارد، دست را ببینید که دست حریف را کوتاه و مشخص، دست چپ را علاقه داشته است که حرکت نکند، کمربند را هم دقیق داشته است. اکنون این وابستگی از داشتن اورنج حریف است، اما موفق نشد و در این مورد هم دوباره کار را به نقطه نهایی رسانیدن نتوانست. سری آستین چپی بلاجان را آنچنان زیر کرد که علاقه دیگر فشار از جانب بلاجان کاملا قطع شد و دوباره ظفر علیم‌شایف باز با حالتی قبلی توجه میکند، یعنی همین عمل را میخواهد که خوب استفاده کند.
اما حرکت هر دو دستش باید یک جونی باشد. قبلا دیگر طرز بود، دستی چپش کاملا ماو کرد دستی روسی حریف رو و دستی روسی خودش اندکه بعد نیمه دیگر. نه امتیاز نیست اینجا اشاره که چون داور میکند علیم دلشاد زاده داوری درجه جمهوری عربی از ولایت سوغ. باز هم مناسب مساعدتی خوب میکند، قامتی حریف اگر راست باشد و اگر برابر باشد و بعضی باز اصول های هستند که در حالت قامتی راست بودن حریف و قامتی بلند داشتن حریف هم بسیار مناسبن استفادهشون یا برعکس هم چنین هست، اما بسیار هر دو هم پهلوانان قشنگ، قامت راست، گوشتینگیری هر دو هم بسیار زینت و زیبی خاصه دارد به خود در میدان امروزه. باز هم اکنون ظفر علیمشایف دوباره توجه میکند و بلاجان هم از کمربند دارد، اگر سری سیوجی برایش نه، اکنون اندکی نزدیکتر بود لکه بها گذاری شد. دو داور، داوری مرکز هم به علیمشایف بدن بها گذاری کردن. جایزه داری چمپیونات جهان در گوشتین سامبو، ورزشگری که سالیانی بیش از 10 سال است که در حیات منتخب سامبوی کشور شامل است. بلاجان دیگر راهی برگشت ندارد، حرکتش باید دوچند شود. بیاید یک جایا بحری احیان آمدنی این سنتهای ملی. بلاجان بیکف در لحظه های مساعد اکنون این مراتب از سری استین حریف رو هم داشت، از بالا داشتن برایش بسیار موفق تر است تا جای ما میدانیم. هر دو هم حالا یک اصول رو میخواهند استفاده کنند، هر دو هم در یک حالت هم، همون عملی سری سیوجی گوشتینی میری خیلی همولی. اگر توانند این کار رو در این جریان خوب بسیار هم ظفر کوشش کرد، اما باز هم دستی حریف آزاد بود. اینجور نتیجه به دست نخواهد آمد با این ترتیب، با ظفر هم داند خوب احساس میکند، اما امکان نیافت که فشار رو برای کوتاه داشتن دستی حریف دوچند کند. کمربند ها رو باید که دقیق اینجا اندام باز به ترتیب درارند. در این وزن اندکه اشتراکچیان کمتر بودند، 12 نفر در زیر گروه A، 12 نفر در زیر گروه B. وزن های دیگر از 32 نفر مدعی عبارت بود، وزن های 60 و 65، 70 و 75 رو در نظر داریم، اما وزن های گران اشتراکچیان اندکه کمتر. بسیار هم بلاجان کمربند رو اکنون سری وقت داشت. ظفر علیمشایف هم میداند که در همین لحظه ها چی کار و خاتمه دی حد باز هم نتوانیست، از میدان بیرون شدن هر دو. بسیار احتیاط کار رو نگوشتین میگیرن، علاکه معلوم شد که بسیار همون مطلب هر دو هم یک است، همون با عملی کردن اصول سر سیوجی رب داره، بسیار رجوع دارن. حالو که بیرونه را هم پهلوانی نخیه واسه بسیار هم خوب استفاده میکند، حالا برای این هم امکان دارد یا حالو که بیرونه یا سری سیوجی، در یک حالت هم در یک لحظه که برای ظفر خیلی خوب است که وقت انجام یابد و دقیقه های آخرین برای بلاجان. همون ترتیبی کمربندی هم برای خاص یعنی همین پهلوانی خلعت سفید پوش است تا اون لحظه هایی که در تنتنه نوروز تیمور ملک سال 2019 بلاجان هنرنمایی کرد و در جماعت دهات میرعلی محمد علیف هم. اما اینجا گفتیم که همون یک
تقدیر این رقابت را همون یک بدن حل کرد و ظفر اولیمشوی با همین ترتیب به مرحله نهایی راه یافت. با همراهی جهانگیر مجیدوف ظفر اولیمشویف نوری مسنجد و بلاجان بکوف با کامران کارلیکوف برای مدالی یگانه برنجی این وزن مبارزه خواهد برد. در گوشتین ملی گوشتینگیری البته مقام سیوم تنها یک مدال برنجی است. استاد دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان، داور درجه جمهوریوی، سرمربی منتخب گوشتین ملی جمهوری تاجیکستان خورشید ایبایدلویف حالا این جفت را به مرکز دعوت می‌سازد. حکمی مرکز کارلیکوف کامران، نماینده ناحیه یوون از دسته خطلان یک. بلاجان بکوف ساکن ناحیه واسه از دسته خطلان دو و این پهلوان از دسته خطلان یک کارلیکوف رو در نظر داریم. مبارزه پهلوانان البته در دورهای قبلی هم خیلی خوب بود، اما اینجا در مرحله نیمانی هایی که شکست خوردن، کامران از جهانگیر مجیدوف شکست خورد و بلاجان از ظفر اولیمشویف. با همین ترتیب بعد از یک ناکامی اون نفرانی که شکست خوردن در رقابت های نیمه نهایی مستقیما برای مدال برنجی با هم نیرو می سنجند. بلاجان را در گوشتین ملی بیشتر می شناسند، گفتیم ملکای یک هواداران سرشمار خود را هم دارد. کامران کارلیکوف حالا یک اصول سری کتف را هدف استفاده قرار داد، موفق هم نشد. دوباره به همین اول توجه کرد. باز هم اونقدر موافق مطلب اینجا هنرش خاتمه نیافت. در وزن تا 90 کیلو اگر ما هم اندک توجه کنیم، این پهلوانان هم لکه هنری خوب نشان دادن. ماز کامران کارلیکوف که در دوری اول آزاد بود در رقابت دویم اولوغ بگرهیموف را شکست داد، بعدا امومالی مسافیروف را هم مغلوب کرد و در نهایت از جهانگیر مغلوب شد. و بکوف باشد در دیداری اول شهباز تورایف را مغلوب کرد، بعدا اصحاب الدین میساخوف را هم شکست داد. محمدالله لایقوف حریف سیومی او بود که شکست خورد و در نهایت ظفر اولیمشویف، گفتیم که در واخوری نیمه نهایی با تفاوت یک بدن بکوف را مغلوب کرد و به فینال برآمد. و حالا هم دقیقه دویم است، حالا هم سرعت افزایی در این جریان لازم است. کشمکشی هایی که اگر برقصدانه باشد خوز با گوشتین ملی گوشتینگیری نیست براستی. اینجا هم فرهنگ و دوب احترام حریف این مادی اول است و در این زمینه هم فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری بیشتر توجه میکنند که پهلوانان نظام درست رو براه مانند. و در میدان امروز در تنتنه نوروزی بین المللی سال کنونی واقعا همین گفته ها ثابت شدند و با هوسمندگردانی با انعام های
ایدانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، چون گفتیم از یک دور به دوری دیگر بسیار هم شایسته تحسین که پهلوانان هم این رو خوب قبول کردن و عرض سپاس هم نمودن. آگاهی با بلاجان بیکف بسیار پهلوهای زیاد دارد برای مجازات آگاهانیدن این ورزشگر. از این نقطه نظر باید که جدیت هم هرگز فراموش نشود، چون که در گوشین ملی هم آگاهی تنبه هم در صورت نبودن امتیاز میتواند که ورزشگر را ناکام سازد. گوشتینگیری پهلوانان اونقدر جالب نیست. اکنون بیکوف امکان دارد. انا همین اصول خاصی بیکوف است، اما از حالتی مشکل کارلیکوف را یافت. از این حالتی مشکل کامران کارلیکوف را یافت. با جهانگیر مدیدوف هم در باخوری نیمه نهایی سازوارانه مبارزه برد. کامران هم آگاهانیده شد. دیگر گفتگو اعتراض در اینجا مد نظر نیست. باید پهلوان در این لحظه ها اعتراض هم نکند. وظیفه دار است که دست پیش بر برد و اعتراض یا مجازات داور را هم قبول کند. کامران اکنون در این مورد هم از بالا داشتن خیلی موافق تر است. این اصول با سرعت تیزتر، یعنی حرکت هرچند که زیادتر باشد و در همون سرعت حرکت تیز اصول استفاده می شود. تنبه اکنون از آگاهی به تنبه تبدیل یافت. حرکت های غیر قاعده بلاجان بیکف خیلی هم جالب. کارلیکوف واقعا هم در ادامه مبارزه واقعا هم حالا که بیرونه را خوب استفاده کرد، خود را دیگر و نمود کرد و واقعا هم موفق شد در یک مورد، در یک حالتی خیلی جالبه که ما دیدیم. کامران برنده مدال برنجی در این وزن شد. حالا توجه میکنیم به همین عملی آخرینی که با موفقانه بود. نیمه راست اشاره کرد و کناری چپ زود عملی انجام دادش. بیا توجه میکنیم بریگر برعکس نیمه چپ نشان داد، کناری راست حرکت کرد. خیلی هم سری وقتی بود و حسنش و بسیار هم عینی مدا خسته حال. اکنون خسته حالی بلاجان در این جریان هم به نظر میرسید. مرحله نهایی رو اکنون پیگیری میکنیم. در وزن تا 90 کیلو اینجا هم چون چهره های با خیلی موفقی میدان امروزه به فینال برآمدن. جهانگیر مجیدوف استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوانی که در جودو هم ملکه با جوانی خود نگاه نکرده، خیلی یک نقش و موقع شایسته هم داشت. سال قبل در رده بندی هم در صدر بهترین ها بود میانی جوانان. ظفر عالم‌شایف هم برنده مدال برنجی چمپیونات جهان است در رشته گوشتینی سامبو و جهانگیر برخورداری نازگی های گوشتینی جودو را اختیار کرده است و این پهلوان برعکس سامبو را. اما مبارزه ورزشگران در گوشتین ملی گوشتینگیری در تنتنه نوروز شهر دوشنبه جریان دارد. براسی این دو چهره و اگر اشتباه هم نکنم باری اول است تا جای ما میدانیم در مسابقه های جمهوریوی. ولی اینها که سمت فعالیتشان دیگر است اونقدر مقاومت نکردند و در گوشتین ملی هم براستی
آگاهی با جهانگیر مجیدوف داده شد. سببش را که بیننده ای زکی خوب احساس کرد، اشاره داور را و منظور از میدان بیرون برآمدنش بود. و جهانگیر در گشتینی جودو هم بسیار با فکر اندیشه های سالم گشتین میگیرد و حالا هم این حرکت ها را باز هم به طرز دیگر وانمود میکند و باز هم در میدان کاملا مطلبش دیگر است. حالا ظفر پیشرف است، اما جریان نیروسنجی رنگ دیگر خواهد گرفت. ها نتوانست. این بعدی عملی که دوباره بود، بله یکان حرکتی نیست، این رو در صورتی باز هم دوباره منظور کردن می توانیم بیان کنیم، اما اینجا منظوری حالتی تکراری نیست. حالا دوباره رقابت جریان می گیرد. جهانگیر باید هشدار بیشتر اکنون احساس کند که چنین مورد ها به ضرر کار است و تا به همون نقطه نهایی خود را هم دفاع کند، یعنی وقتی اونی که می افتد و آزادی و با این حالت اونقدر اعتبار نداد که علیم شایف از چنین فرصت ها که در سامبو بیشتر استفاده کرده است در این جریان هم خواست که این عمل را سری وقتی به نفع خویش انجام دهد. یعنی مکتب هر دو دیگر است، گفتیم که یکی جودوکار است دیگر سمبوچی. اما میدان امروزه ایدی با شکوه نوروز بین المللی تقاضایش دیگر است. گوشتین گیرند این ها باید. ظفر قیافش همون جرعتش را دوباره ثابت میکند. ای لحظه که چون بود خوب عمل کرد و بعدی که افتید دوباره او را با جانبی تخت پوش تیله داد. با این نقطه نظر این امتیاز و عموماً بها گذاری هم نیست، داور این رو داور مرکز سری وقت تصدیق کرد با اشارش. مخلصان از این دو چهره باز هم گشتین خوب رو رقابتی جالب تر رو انتظارن. آنا لحظه که اکنون بحث برانگیز بود، کار در این زمینه قوی تر می شود و جهانگیر هم همین کار رو تکرار میکند بر قصدانه و چون مشاهده می گردد اون عمل هایی که یک دو سه مرتبه از جانب ظفر علیم شایف اجرا گردیدند و سپس جهانگیر هم باز هم کوشش میکند که با همون نیرو و قوه قوی مبارزه را ادامه دهد. ستون گذاشتن، مانع ایجاد کردن به حریف، این هم غیر قاعده است. برتری مشاهده نمی شود، هجوم ها هستند. ها 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 اما پرتوف تو من پرتوف، واقعا هم جالب، واقعا هم جالب، بسیار پرتوفتی عالی، بسیار هم کسبی و واقعا هم جالب. مخلصان گمان داشتن که علیم شایف اینجا افضلی دارد و واقعا این جوانی قوی اراده در نهایت هم انا همون حلوکی که خیلی با صورت استفادهش میکرد در اینجا انا همین حلوک را مدیول گذاشت و واقعا هم موفق شد. اگر به حالت تکراری توجه کنیم
چگونه در شهر کولو برای شاه جایزه پهلوان ازبکستان رو با همین یک پرتافت هلوک داخله شکست داده بود و چندین کامیابی های خود را هم در مسابقات بیرون از تاجیکستان توسط استفاده همین اصول به دست آورد که حلالش بود.